زنان تا اطلاع ثانوی حق ندارند و کارهایی بپردازند که انجام آن برای این آن دنیای ما مردان خطرناک باشد. درس خواندن، ورزش کردن، کار کردن و در مجموع در اجتماع بودن از جمله همان کارهای خطرناک است. اما بجای انجام همه این کارهای بظاهر ناپسند و تا زمان ساختن یک چوکات ضخیم از سوی رهبران طالبان، فعالیت‌های زنانه خود را می‌توانند سرعت ببخشند و کوتاهی دو دهه اخیر خود در تولید مثل و از این موضوعات را می‌توانند که شدت بدهند و جبران کنند. این برنامه زندگی زنان در افغانستان امروز ما و شماست. اما یکی از زنان همین کشور که موفق شده است از این معرکه جان سالم به در ببرد و فرار کند، امروز مهمان برنامه کاکتوس با لشکری است. خانم ها و آقایان، این شما و این خانم شکریه بارکزی. خانم بارکزی، سلام و وقتتان بخیر. شمایی که وکیل و سفیر پیشین افغانستان بودید، امیدوار هستم خوب باشید و آرزوی سعادتمندی دارم برایتان. سلام و نیکوی خدمت شما و همه بیننده و شنونده برنامه. من ایفان بیرون از افغانستان دور از وطن کی خوب بودم ایتانه که من خوب باشم، اما یک چیز خواهش دارم، برای کلمه فرار اضافه میشه. مگر طالبا 20 سال در افغانستان نبوده؟ روز کسی میگه که حکومت فراری هاست که آمده ساخته؟ کسی که پیش از طالبا حاکمیت کردن، شما ببینین در طول نزدیک به 40 یا 40 سال گذشته، اما کسایی بودن در افغانستان زندگی نکردن. با 1.5 سال دوری از وطن، او هم ناخواسته، او هم بر رسم اعتراض، فراری لقب دادن مناسب نیست. نه تنها بر من، برای همه اونهایی که بر رسم اعتراض نمیخواین زیر بیرق طالبان و یا هم حاکمیت طالبان زندگی کنن. خانم بارکزی، شما نام این سفر ناخواسته، نام این بیرون از کشور، از زادگاه زندگی کردن را چی میگذارید؟ فرار، تبعید، مهاجرت، چیزی را میتونیم بگوییم؟ اعتراض و مبارزه. فکر کنید، برای یک دقیقه فکر کنید، در داخل افغانستان خماندار ما سیستم کرده، اقل چندین بار حملات انتحاری شروع تا بم و تا غیره چیزا تا زهر دادن پیش رفتن، اما ای که نصیب در دنیا بوده زنده ماندیم که پلاید است. اما فکر کنین امی صدام رفت نبود، چقدر زنهای دیگه هستن در افغانستان که میخواین صدا داشته باشن، صدا ندارن. آیا بودن ما در داخل افغانستان میتونست مؤثر واقعی شود بدون از اینکه دسترسی و رسانه داشته باشم، بدون از اینکه ناخواسته زیر بیرق زندگی کنم و تحت شرایط زندگی کنم که نه من من حیث یک شهروند بفهمم کی هستم در ناخدای از این سیستم و نه اونا من حیث حکما و عمرا بتانن خود با ما تعریف کنن کی هستن. ما فکر میکنم بر هر افغان امروز در داخل افغانستان زندگی کردن، مخصوصا اونایی که هم فکر طالبان نیستن، جدن زندگی در یک زندان سرباز هست. اما کاملا شکل زندگی ما مردم افغانستان زندانی هستیم. بر ما زندگی ما وقف کردنش بر مردم به خاطر مبارزیم، ما همیشه گفتیم افتخار است. اما یک چیزم باید یاد بگیریم، وقتی یک فرصت می باشه که شما می تانین مبارزه تان ادامه بتین، می خواین ختمش کنین یا ادامهش بتین، از شما می پرسم. شما مثلا امی برنامه رو در داخل افغانستان نمی تانین به می شکل و به می قیافه و به می صورتش پیش ببرین. چرا خواستین دوباره ادامه بدین؟ به خاطر ضرورت هست.
به خاطر پیام داره. این تنها یک برنامه تفریحی نیست که مردم ببینه یک دقیقه خنده کنن، بلکه این پر چالش ترین برنامه است که خوب آدم ها جرات اشتراک نمیتونه داشته باشه که بیاید صفا و راست و صادق با مردمش باشه. ما به همه افغانای عزیزم که مجبور به ترک وطن شده، چی به رسم اعتراض، چی به اساس ضرورت و چی هم دیگه فضایی برای تنفس برشان نمانده بود، سخت و شدید احترام دارم و درد ما و درد مشترک است که میفهم که دوری از وطن یعنی چی. برای من خو اگر میخواستم پیش از اینکه طالبای دور اول ببینم و با ضدشان مبارزه کنم، زندگی در خارج برای مهیا بوده. هیچ وقت ترجیح ندادیم، هیچ وقت نرفتیم، همیشه در داخل افغانستان بودیم. حالا افتخارم همو پاسپورتم است، همو هویتم است و همی مبارزیم است تا که هستم. یکی چی وقت انسان زنده است نیست و گپ علایده است، اما تا که هستم نه فکر ما تغییر دادیم، نه دیدگاه ما تغییر دادیم و نه هم مبارزه ما. به این خاطر وقتی که بر ما جالب است که امروز خارجی و داخلی میگه شما از افغانستان یا از دیگر ها مثلا نمایندگی کرده نمیتونیم، بر ما بسیار جالب است. طالب میتونه از ما نمایندگی کنه؟ 20 سال از بیرون از افغانستان جنگ کرد و امروز او ادعای حاکمیت داره، ادعای نمایندگی را داره. بابا که 20 سال زحمت کشیدم و ساختم، ذره ذره یکی در پلوی دیگه ماندم، اولادم از دست دادم، صحت خود از دست دادم، بهترین سالهای زندگیم از دست دادم. هزار بار تا دم مرگ رفتم پس آمدم، یک هزار رقم لیبل که دل مردم خواست خوب یا بد برم برچسب زدم، تحمل کردم، بخاطر هدفمند خواستم زندگی کنم. ما خود با مراتب آل سوای از ای که دیگرها چی قضاوت میکنن بالاتر حتی از امو امیر طالبا میدانم. چرا؟ حداقل دو بار براستی و صداقت از رای پاک مردم خود دفاع کردیم و نمایندگیشان داشتیم. همی جرات داشتم. طالبا ای گزی میدان بیان صندوق بانن ببینن مردم کی انتخاب میکنن و ما باید امی فضا را برامو مردم افغانستان مساعد و آماده بسازیم. سعیس مردم قار است، مردم شکایت داره، مام قار است، مام شکایت دارم، اما این شکایت و این قار بودن ما فایده نداره. رای حل منطقی شا باید پیدا کنیم. ببخشید که از یک سلام علیکی و یک داستان گفتم. نه خواهش میکنم خانم بارکزای، چندین پرسش من را شما پاسخ دادید، اما به هر حال از وکالت و دو دوره پر افتخار در پال اجازه میدید در این برنامه کمی بی پرده تر از برنامه های گذشته صحبت کنیم؟ اجازه میدید که از زبان مردم سوال مطرح کنم؟ همیشه از زبان مردم بودم. میروانی کنین، هیچ وقت با ما خود سانسور نکنین، صدای مردم سانسور نکنین. من امروز صبح اتفاقا با همکاران به طرف استودیو می آمدم، تصویر یک خانوم افغان را دیدم که با چادری، خانم بارکزایی، در گوشه ای از شهر کابل نشسته بود، برف میبارید، برف باریده بود، عکس احتمالاً در روزهای برفی گرفتند و از مردم کمک میخواست، خیرات میخواست. مرا میبخشید که پشت سر شما حرف زدم، اما به دوست من گفتم که از کجا معلوم، شاید همین خانم یکی از موکلین خانم بارکزایی باشه. رفت رای داد تا که خانم بارکزای و همراهانشان افغانستان را لندن بسازن، اما افغانستان لندن نشد، گویا رای او خانم بارکزای را به لندن رساند. میدانید این سوال بزرگ مردم هست که با اعتماد به شما چه دستاوردی، چه نصیبشان شد و با اعتماد آنها چه چیزها که نصیب شما نشد؟ نصیب ما چی نشد؟ از این رو میکنم تا که نصیب اونا چی شد. نصیب ما عدالت نشد. نصیب خب اجازه بدید ایر خودتان پاسخ بدید. برتان میگم، جوابشم میگم. شعار ما در سال 2005 و 2010 هر دو دوره انتخابات حق و عدالت بر خودم، نه بر مردم.
چیزی را صحنه ای را که شما گفتین، بله، از او صحنه در دوره وکالت ما هم بود. فقر یک پدیده هست که هیچ وکیل در هیچ جای دنیا او را زدوده نمیتونه. گلیما از شما بیشتر هست، هم از خودم هم از مردمم، به دلیل از ای که وقتی بارها میگفتیم که با رأیتانه به خاطر نان، لباس، پول، قوم، زبان، مذهب استفاده نکنیم، چرا از کابل کسایی میامد که یک روزم در کابل زندگی نکرده بودن؟ چرا از کابل کسایی کاندید میشد که یک روزم یک خدمت هم بره به عنوان یک شهروند نکرده بودن؟ من از یک ژورنالیست کارم شروع کردم، کریرم بعد از تحول 2001. پیش از او من هم در افغانستان بودم، در او وقتم بر زنا کار میکردم، در او وقتم طالبا پشت ما بود، اما پیدا کردن نمیتونستیم. اگر من امو شکری گمنام دور اول می بودم، امروز من در لندن نبودم. او وقتم امکان آمدن به لندن ما داشتم، همیشه بوده ای آپشن، اما هیچ وقت نخواستیم. هیچ امروز هم خواست ما زندگی در لندن نیست، امروز هم آرزوی ما ساختن افغانستان هست. بله، موکلین ما حق دارن از ما ناراضی باشن، اما یک سوال از همه تان دارم، چی به دست ما بود که بکنیم؟ امی از شما میپرسم، آقای لشکری، شما حتما بر یک وکیل رأی دادین، وکیلتان چی کرد و چی در توانش بود؟ بله، من حیث یک کسی که بودی جاره جور کرده، من حیث یک کسی که بر برنامه های ساختمانی انکشافی در افغانستان، در سطح افغانستان کار کردیم، زحمت کشیدیم، من حیث یک کسی که بهترین قانون از قانون اساسی شروع، ما در پارلمان مرحله قانون گذاری ما شروع نکردیم، از نوشتن قانون اساسی شروع کردیم که تا امروز همه حقوق خود از امو میطلبند. وقتی که ما در پارلمان دور 15 صحبت میکردم، بعضا میگفت تو خب یازو از رسانه ها نمایندگی میکنی، و ما میگفتم به افتخار بله، به خاطر از اینکه چیزای سانسور که امروز از دیروز هم، اما دوستان نمیفهمند. به هر حال من نمیگم ما بسیار یک آدم تافته جدا بافته هستم، نه، ما هم از امو اجتماع هستم، اما گله معمی است. یگانه چیزی که به دست آوردم حق است، یگانه چیزی که از دست دادم متاسفانه 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 متاسفانه، من نمیخوایم بگیم که آرزو، اما امو اعتماد، اعتمادی که ما برای کسایی که فکر میکردم در سنگر دفاع از سرزمین مستان هستن، حالا سوای از اینکه چه امریکایی ها برای سلا نمیداد، چه خبرشان میدون، برای اعتماد ما به اونایی که من هزار بار دهن پاره کردم در تلویزیون های افغانستان، مرا گفتن به خاطر از اینکه در دولت نیست، از دولت برآمده، از سفارت برآمده، از وکالت در وکالت نیست، از این خاطر عقده داره گپ میزنه، کی پروسه صلح به جای نمیرسه، هیچ کس نشنید، حتی مصاحبه های ما قطع میکردن. به هر حال درد ما از هر کدام بیشتر است. چرا؟ به خاطر پیش بینی میکنین که اینی مصیبت میآید، هیچ کس گوش نمیکنه. چرا؟ به خاطر در قدرت نیست. چرا؟ به خاطر که حاکمان او سوال و او پیشنهاد و او پیام دوست ندارن. من نمیخوام آقای لشکری در اینجا زیاد چیز بگویم، اما برات میگم اگر 10 بار دیگه هم پارلمان باشه و وکلای دیگه هم باشه، تا که مردم جور نشن، هیچ وقت شما پارلمان جور و رئیس خوب نمی داشته باشین. ما به این فکر بودم که اول کسایی که رهبر هستن میتونن یک کشور را بسازن، با گذشت زمان به این نتیجه رسیدم که شاید نماینده های مردم بتونه، اما امروز به این نتیجه، امروز نه بلکه در افغانستان را میره گفتیم که تا که مردم هوشیار نشن، منافع خود درک نکنن، وطن ما جور نمیشه. ما هیچ چیز از هیچ کس کم نداریم، یک چیز بسیار کوتاه میاریم، حافظه ما بسیار کوچک است. یک روز یک نفر مجاهد بود، باز دموکرات شد، باز آمد امروز طالب شد. این قیافه بدل کردن اینقدر آسان است در سرزمین ما، در بین مردم، در بین اجتماع، در بین سیاسیون، اصلا آدم نمیشناسه که چهره اصلیشان چی است.
یک بار از ما پرسان کردن از رنگ ها چی را خود دوست داری؟ ما گفتم ما جز نیرنگ همه رنگ ها را دوست دارم. اما متاسفانه رنگی که در افغانستان زیاد است امو نیرنگ است. امو چال، امو فریب. خانم بارکزای، من مصاحبه ای از آقای غنی شنیدم بعد از اینکه از افغانستان فرار کردن. مصاحبه نه دیگه، به هر حال یک پیام ویدیویی خداحافظی. گفتن که جهان دیگر ما را حمایت نمی کرد، امریکایی ها رفتن و با رقیب سیاسی ما و طالبان نشستند. با ذبیح الله مجاهد چند وقت بعد مصاحبه کردم خود من، گفتن که جهان جمهوری را حمایت میکرد اما ما با اراده خود پیروز شدیم. با شما مصاحبه کردم، شما گفتید که و شما میگید که مردم باید انتخاب بهتری میداشتند. با کسانی دیگر، با رهبران سیاسی، خانم بارکزایی، چه کسی؟ ما تنها مردم یا گفتیم که همین سناریو نوشته شده بود. نه، میپذیرم، میپذیرم، اما شما گناه اصلی را به انتخاب مردم ربط میدید، انتخاب نادرست مردم در اکثر موارد، در انتخاب رئیس جمهور، در انتخاب وکیل، در انتخاب این، در انتخاب آن. پس فکر میکنید که مقصر این حال و روز مردم در شرایط فعلی در افغانستان خود مردم هستند دیگر؟ یعنی این جای این واقعا شنیدن این جمله از سوی شما درد مردمی که در افغانستان هست را افزایش میده؟ خانم بارکزایی، ما جز امو مردم هستم، ما جز امو مردم هستیم. کسایی که سرزمین هستن و نیستن جز امو مردم هستیم. ما اگر مسئولیت نگیریم، مثل همیشه بیایم دیگرها را ملامت کنیم، اونام تو بدبخت میمانیم. ما همیشه با تفنگ بیگانه بر منافع بیگانه جنگیدیم. بیاد داری جنگ های افغانستانه؟ وقتی من مردم میگم، هدف ما یک نفر دو نفر نیست. وقتی من مردم میگم، هدف ما همه ما هستیم. ما این رو قبلا هم گفتیم. وقتی ما سناریوی کشور خود به دست دیگر آمیتیم که بر ما نوشته کنه، این گناه ماست. وقتی من مردم میگم، بله، حق دارم. امی طالبی که می آمد از پاکستان تیر می شد، کی در خانه خود جای می دادش؟ وقتی که انتحاری می کرد، کی برش پناه می داد؟ این به این مانا نیست. طالب مثل یک باران بود از آسمان می آمد. وقتی که آمدن ولایت ها را پی هم فتح کردن، کی ها در سرکا بر آمد و برش چک چک می کرد؟ این من نبودم. این بیشترین زنان افغانستان نبود. ما درک می کردیم. دشمنی و دیدگاه از اونا نسبت ما تغییر نمی کنن. و تنها طالب هم نیست که سر ما ظلم کردن. از بس که ما صبور بودیم و هر کی دست رسید کاری به حق ملت کرد. ما جز اونمو هستیم. ما در مصاحبه قبلی هم گفتیم که بله، ما، و هیچ وقت نمیگم شما، بلکه میگم ما، همه ما، همه ما اونمو مردم هستیم که فقط برای کارهای خرد، منافع کوچک، افغانستان بزرگ خود قربانی کردیم. یا در تبعید زندگی میکنیم، یا در زندان بزرگ به نام افغانستان زندگی میکنیم، و یا هنوز هم تنور معاملات گرم نگاه میکنیم. غربت و مهاجرت، غربت و مهاجرت چطور، غربت و مهاجرت چطور میگذره خانم بارکزایی؟ در طول روز، در طول روز مصروف چه کارهایی هستید؟ بسیار بد آقای لشکری، بسیار بد. وقتی که من سفیر بودم، بر من اختناق که نمایندگی از یک دولت میکردم و سرکار ما 90% به افغانت بودم و بدون شک رفت آمد به وطنم اجازهش داشتم و انجام میدادم. حال دیگه فکر کنه که زخمی که در خون میتفرد. خانم بارکزایی، شما چند ساله هستید و چند سالگی عمرتان را به یاد میارید و چند حکومت را تجربه کردید؟
همه این سوالات را پرسیدم که این سوال را بپرسم، چرا همیشه و در هر نظام و هر حکومت و هر گروهی که آمده و زمام امور را در افغانستان به دست گرفته خواستن اصلاحات را از زنان شروع کنند و زنان بودند که قدم اول یا پته اول زینه برای اصلاحات بودند؟ همه فکر میکنن زنان ضعیف هستند و هر کدامش فکر میکنه که مرد بودن خدا و قدرت خدا با ضعیف ساختن زنان به نمایش بگذارن و ثابت کنن. ما چند حکومت، چند بیانم هست، امور رو برتان بگم. سال که ما به دنیا آمدیم، چند ماه بعدش نظام شاهی سقوط کرده و نظام جمهوری روی کار شده، نظام داود خان. و شاید هم روزای اول مکتب مکمه رفتیم امو داود خانی بودم که بعدش باز ترکی میایم. من یادم میاد خورد شاگرد مکتب بودم که امو در گذشته در هر سنف عکس کسی که رهبر می بود بود که امو عکس ترکی را پس می کردن. ای یادم هست. بعد شام حفیظ الله امین یادم هست. بندی ها و وضعیتی که بود. وقت شما کودک هستین بیاد میارین که وضعیت داخل خانه تان چی است. وقت خوار برادرتان زندانی میشه درک میکنین که وضعیت چقدر ناهنجار است. بعدش هم اساکر روسه وقتی که مکتب میرفتم و میامدم میدیدم و نزدیکترین دوستا و فامیل ما که با برامدن شروع کرده بودن. بعدش هم دوری دکتر نجیب بود که از لحاظ سیاست بسیار آدم با فهم نبودم، اما گوش میدادم به سخنهای سیاسیشان و چیزایی را که اونا میگفتن. مالندار بسیار آدم برش توجه میکرد، اما در کنار این توجه یک چیزی که دردناک بود همه گپایی بود که به واقعیت پیوست. بعدش هم دوره مجددی، باز ربانی، بعدش ملا عمر، بعدش اداره موقت، دوره انتقالی، حامد کرزی، انتخابات ریاست جمهوری، اشرف غنی، واله هم هیبت الله. این چیزایی بوده که ما دیدیم، یک تاریخ زنده. کمترین وقتی را که ما سپری کردیم زیر بیرق هیبت الله بوده که فقط 8 روز ما در اونجا امرایشان بودیم. دیگه متباقی هم در ما داخل افغانستان بودیم، دیدیم. یک چیز برتان میخواهیم بگویم. وقتی من تازه فرصت دوباره بر کتاب خواندن زیاد میشه و خاطرات سیاسی و قبلی رو میخوانم، مشکلات ما مشکلات امروز نیست. امی حس جاه طلبی به حدی در بین رهبرای افغانستان عمیق بوده که همیشه خود بالاتر قرار دادن نسبت به هر چیز دیگه، نسبت به میهن، نسبت به وطن، نسبت به ارزش ها و سخت و نهایت قدرت پرست بودن. بله، این اولین باری است که با هر لحظه میخوایم از واژه فرار استفاده کنم، گپ شما یادم میاد. این اولین باری است خانم بارکزای که به نشانه اعتراض فرار کردید؟ اعتراض میشه فرارش در کجا است؟ شما چرا فرار کردید؟ به نشانه اعتراض. از ما خب یک کسی که گپم، نظرم، فکرم، دیدگاهم همه به ضدشان بوده، جنسم که اونا به ضدش هستن. به این خاطر بر من جالب بود که وقت طالبا آمده بودن، من قصهش دوباره نمی کنم، اما یک عمر شما زحمت میکشین که به اسلام و کریرتان رو جور میکنین یا مردم بشناسیدن، اما اون وقت بود که حتی صدای ما هم دشمنم بود. صدایم، نامم، چهرم. اینا فکر کنین یک آدمه که کلی چیزش برش دشمنش میشه. بالاتر از همه فکرش، نظرش، مبارزش. دیگه یک چیز شاید دل کلی کفت کرده که با در انتحاری نرفت. در مطرفم سار دادن زنده برامد. حالا با من از پیچ تشوش سرش مرمی رو تیر کرد، خدایی مرمی نخورد.
این چه قسم است؟ تشک افتیان است؟ یکی از نه خواهش میکنم، به هر حال به همان اندازه که منتقد دارید و کسانی هستند که عملکرد شما را نقد میکنند، به همان اندازه هوادار و طرفدار دارید که حضور دو دوره ایتان در پارلمان و در خانه ملت این را نشان میده. اما به هر صورت من میخواستم این را بدانم که این پس بار اولی است خانم بارکزایی که به نشانه اعتراض وطن را ترک کردید و در دیگر حکومت ها و در دیگر جریانات در افغانستان حضور داشتید. خانم بارکزایی این بار از بیرون تماشا میکنید، اما به هر صورت این طالبان با آن طالبانی که شما در افغانستان بودید چقدر متفاوت هست؟ چقدر طرز فکرشان، شیوه مدیریتشان، نگاهشان به موضوعات روز، نگاهشان به زن، نگاهشان به جوان، نگاهشان به دریشی، نگاهشان به نکتایی، نگاهشان به موسیقی، نگاهشان به زندگی فرق کرده؟ هیچ. بدترم شده. میفهمین چرا؟ هیچ به این خاطر گفتم که واقعا فرق ما در دیدگاه از اینا نمیبینم. بین عواملی که بدتر شده برتان بگویم، در اون زمان که طالبان آمدن، پیش از طالبان حکومت مجاهدین بود، بانک ها خالی بود، وزارتخانه خالی بود، یک چیز به نام موتر و سلا و دیگه چیز نمانده بود. این بود که اینا آمدن یک چوری را انداختن که اما ماهیت اصلی خود نشان داد. از پول نقد گرفتن تا خانه های مردم، اتفاقا می کسایی که غصب کرده خویا، کسی که از غاصب و غصب میکنه باز چیه؟ موترایشان، جایدادایشان، از من نمیگم که تناز به اصطلاح غاصبین، از مردم عام، از تاجرا، از کسایی که مردم عام بودن، همه مردم پول و فساد پیدا نکرده بودن. این بار اینا این ماهیت اصلی خود که چقدر یا مادیاتی فکر میکنن و نمایش گذاشتن، یک یک تفاوت. دوم، این بار اینا آمدن با یک چهره کاملا متفاوته که خب ما هستیم و نمیفهمم فتح کردیم، این حیثی یک کسی که پیروز جنگ آمده. اما جالبی است کاملا میخواید صفحه دوهره، موافقت نامه دوهره، انتحاری های رک کردن اون چیزها را ببندن. در گذشته اینا در بار اول که آمدن او تو یک تاریخ سیاهی را نداشتن. معلوم دار من میفهم که مجاهدینی که در دامان پاکستان در زمان پرورانده شد به خاطر از بین بردن از اونا باز بچگک های نو آوردن مثل طالب کلانشان کردن، در 3 سال آمد و دوستای 30 ساله را خفه ساخت. ولی هم تحولات نشان میده که به این به اصطلاح بچه های سکی خودم دیگه بچه ها را تربیه میکنن. دیدشان و نسبت به زنان، ما وقتی که طالبان بعضی ها میگفتن که تغییر کرده، ما میگفتم امکان ندارن. هیچگاه اینا دیدشان نسبت به زن تغییر نمیکنن. طالب مخالف و دشمن تاریخ افغانستان است. ایرا هر کسی که میخواه قومی مذهبی نشان بده اشتباه میکنن. طالبی که در دور اول هم اجازه نمیداد که اولادای ما مضمون تاریخ در مکتب بخونه، بهترین آثار باستانی و تاریخی ما را از بین بردن، اونمو طالب امروز است. گپ دیگه که اینا آمدن فکر کردن که با ای گپا و پیامای خود دنیا را به اصطلاح کرده خود می داشته باشن و اونا را به این معتقد می سازن که ما اصلاح شده هستیم، ما خوب هستیم، ما یک گروه تروریستی نیستیم. ماهیت تروریستی از اینا تغییر نکرد. شما ماهیت تروریستی و خشم از اینا را و خصمشان نسبت به مردم و ملت در عملکردشان در این سرک با مردم میبینید. و چنان بیرحمی ها جوانا را، پیر مردا را، زنا را، کودکا را مورد ضرب و شتم قرار میده که اصلا فکر میکنه اینمی انسان نیست. یعنی امو خصلت و ماهیت انسان ستیزانی از اینا کاملا هویدا شده. من نمیگم در تمام تحولات سیاسی افغانستان انسانای خوب و بد نبودن. من با وایس کار ندارم. ما آنچه که نقد میکنم عمل کردشان است. اگر کسی در دستگاهش از فساد اخلاقی است، فساد مالی هست، فساد اداری است، بدل از اینکه اینا اداره را نمیفهمن، دیپلماسی را نمیفهمن. با همین خاطر است و گپای کلانم میزنن. میگن دنیا ما را قبول کنه، این ما را قبول کنه، اون ما را قبول کنه. و جالب همی از کال 8 میلیارد دلاری که به افغانستان رفته ای کجا شده؟ به جریان
1.5 سال. اینم کسی حاضر نیست که حساب بده. حداقل ما فکر میکنم که باید افغانستان و منابع مالی افغانستان و شمول منابع طبیعیش که در دور پیشتر استخراج نشد و این بار کاملا به نرخ به اصطلاح چی برتان بگویم به نرخ زغال اینا یورانیوم و لیتیم افغانستان رو میفروشن به چین، بزرگترین جنایت تاریخی هست که در افغانستان شده. و خبر قبل از یک از امراد رفته، اگر دیگه چیز رفته به این پیمانه نبوده کاله بوده و به این رسمیت نبوده کاله بوده، هر کدام کشیده به دزدی کشیده، اینا علنی کشیدن و عملا افغانستان داغدار و قرضدار ساختن. بسیار خوب خانم بارکزایی، در مورد ذخایر و معادن و همه اینها، این به دلیلی که خیلی این بحث تخصصی است، شاید خیلی از موضوعات را طالب هم نپذیره، خیلی از موضوعات حکومت هایی که قبل از طالب هم بودن نپذیرن و رد کنن و با شما موافق نباشن، اما به هر صورت این بار زنان به کف خیابان آمدند. چرا موافق نباشن؟ مگر کجاش دروغ گفتم؟ نه، من به دلیل یعنی بحث بسیار تخصصی اجازه است. بله، بحث تخصصی است. به می خاطرم باید یک جای یک برنامه باشه که اینا بیاین بگوین قراردادی که با چین میشه به اساس چی میشه، نظارت چه کی میکنه، پولش کجا میره، عواید داخلی ما چند جمع میشه کجا میره، 8 میلیارد که سیگار راپور داده کجا رفته و کدام افغانستان رسیده و کدام مردم افغانستان رسیده. این سوال های جدی است، تخصصی نیست و بدون شک هیچ کس حاضر نیست جواب بده. به خاطر از اینکه هر قدر که شما ایره میکاوین نه تنها طالب میافین بلکه دیگران هم دهش پیدا میکنین. اینا رو به سوال خودتان رسیدید، به پاسخ پرسش خودتان خانم بارکزایی، که یک از دلایلی که من در افغانستان نیستم و بیرون شدم هم همین است. من نمیتونم این سوالات از کس در درون افغانستان در شرایط فعلی بپرسم. به هر صورت خانم بارکزایی، این بار زنان و دختران به کف خیابان آمدند و به نشانه اعتراض به محدودیت های اجتماعی شعار دادند. فکر میکنید به عنوان یک آگاه امور خانم بارکزایی، فکر میکنید این اعتراض ها که اتفاقا مردان زیادی نظارگر بودند به جایی که با زنان همراهی کنند در افغانستان، این اعتراض ها نتیجه بخش خواهد بود یا که نخیر فقط جان چند دختر را به خطر میاندازه و زندان های طالبان را پر از دختران افغان میکنه که متاسفانه وضعیت خوبی هم در زندان ها ندارند؟ شما یک بوده قضیه را میدونین، چرا ایره فکر نمیکنین که چی باعث شد که بانوان، ای زنان و دختران به جاده ها و خیابان ها براین؟ علت اصلی را نمیخواین، شما معلوله دارین، علت باید بگویم علت از این چی بوده؟ مگر کدام علت او محدودیت های اجتماعی که طالبان وضع کرده خانم بارکزایی؟ اگر طالبا انسانی رفتار میکردن با زنان و دختران افغان، هیچ دختر حاضر نبود که براید خیابان و بخواه که زیر شلاق و مرمی و دشنام طالبا له بشه. هیچ کس حاضر نبود. ای که مردا در کنار ما نیست، من میفهمم. دو علت داره. ای که مردا غیرت خود نشان دادن، دوم شاید هم امو فکر طالبانی و کلی امو مردم است. مثلا امی خانما که دیگه از مؤسسات غیر دولتی پس شدن، برای سری مردم جشن بود، گفت او اینا خوب شد، چی میگه، یک فرصت کاریابی بر ما بیشتر شد. یعنی اونا از دید میبینن. اما به هر حال ای آگاهی رو نشان میده، ای شعور نشان میده، ای جرأت نشان میده، ای دادخواهی رو نشان میده، ای عدالت خواهی را نشان میده، ای اعتراض نشان میده، این نگفتن به اونمو سلوک غیر انسانی را نشان میده. کدام مبارزه قیمت نداشته؟ ما اولادم از دست ندادیم؟ از کام مرگ نبرامدیم؟ هیچ کدام ما طرفدار از این نیستیم که دخترای با عزت ما
از طرف طالبا به عزت ساخته شود. اما در پالوی از او هیچ کدام ما نمی خواهیم که بر طالب بگیم که آن چی که تو میگی درست است و بر ما قابل قبول. همین یک کوچکترین صدای اعتراض است. تحملش چقدر دشوار شده بر طالبا. همین کوچکترین صداست که از افغانستان بیرون میشه. با کمترین امکانات. بدون هر نوع امکانات. اما با پشتو یک مطل است میگه چی پتنگ شی نو پجنگ شی. ما اول فکر میکنم. کاش که ما زنا یک تشکل سیاسی نظامی هم میداشتیم. اونو وقت باز کلگی میکنم. شما پیشتر گفتیم که اشرف غنی یک چیز گفت دیگر چیز گفت. کاش که کلگی حداقل اعلان میکردن. میگفت زنای افغانستان. او مردم افغانستان. اینی چیز آمده نیست. چاره تانو بکنیم. ما دفاع میکردیم. این سنگری را که امروز ما من حیث یک جبهه به اصطلاح مدنی جنگ و حق طلبی مشروع بر خود نگاه کردیم، شاید میتونستیم در همکاری با دیگران به طور قاطعانه مانع از این شیم که خاک متجاوز نشه. امروز میفهمیم که افغانستان یک میدان رقابت های در گذشته قدرت های بزرگ بود، امروز قدرت های کوچک و گروه های تروریستی تبدیل شده. اوی خطرناک است. بسیار خوب خانم بارکزی، با همه این تفاسیر در حال حاضر طالبان حاکمان افغانستان هستند و در حال حاضر طالبان هستند که قانون وضع می کنند و می توانند که ببخشند و می توانند که نبخشند. اما روزی که به افغانستان آمدند یک عفو عمومی اعلام کردند. آقای دکتر عبدالله و آقای کرزی هم میگن که به ظاهر زنده هستند تا هنوز در افغانستان، کسی نکشتشان. و یکی دو تا سیاستمدارای دیگر هم از خارج برگشتن، مثل آقای فاروق وردک و مثل همسنفیتان در پارلمان آقای کمال ناصر اصولی و اینها. آیا گاهی به ذهنتان رسیده که به عنوان یک زن مبارز از لندن برخیزید و برید به کابل و در کنار همان زنان افغان در کف همان خیابانها همین مبارزه‌ای که خودتان میگید که نیاز است را پیش ببرید؟ بله، بر مبارزه، بله بر مبارزه همونجا هستم. اما هیچ گابر نگشتید. یکی حضور فیزیکی است. بله، چرا ما پلان داشتم. پس برنامه را هم ترتیب دادم. متاسفانه با محدودیت های زیاده که بود و با معلومات قبلی که بر طالبان رسیده بود، اونهایی که میخواستن به اصطلاح مرا پناه بدن، اونا معذرت خواستن. به این خاطر همو برنامه رفتن و من که فکر میکنم بسیاری ها خبر داشتن. البته من حیث یک زن مبارز به ضد طالبا میرم، نه به کسی که به دعوتی که طالبا داده لبیک میگم. افغانستان سرزمین ما است، نه طالب از ما گرفته میتونیش و نه ما به رفتن به سرزمین خود به دعوت کسی ضرورت دارم. یکی ای است که شما به شکل فیزیکی در کجا هستیم، اما مهمتر ای است که شما در امو میدان امو مبارزه هستیم. با هر مبارز، اگر هر جبر سر شده، او جبر بر همه ما بوده، او درد همه ما کشیده، اما سنگره نمانده. منتظر باشیم. اگر قسمت بود، تقدیر بود، دل ما هر لحظه بر رفتن به وطن میتپم، اما هیچگاه نمیخوایم این رو بیاد داشته باشیم. هیچ گاه نمی خواهیم که من حیث یکی از مهمانای باشم از آدرس کسایی که سرزمین من به ویرانه تبدیل کردن، آرزوی یک ملت برباد دادن، بهترین جایگاه یک کشور منزوی کردن و به خاک یکسان کردن. شما گفتین قانون طالبان. ما می فهمین قانون یک قرارداد اجتماعی است. طالبا به قانون باور ندارن و لطفاً کلمه قانون دیگر در برابر موارد یا احکام طالبا گفته استفاده نکنیم. بخاطر از اینکه به مو تعریفی که قانون دارد، اقل تعریف قانون اساسی به مراتب تعریف وسیع‌تر است، اما تعریف ابتدایی که در کل دنیا هست امو تعریف هم به یا جور نمیم. بسیار خوب خانم بارکزی، طالبان همین که به کابل آمدند و به هر حال زمام امور را در دست گرفتند، خانه سیاستمداران شد، تا
محل انتخاب جنگجویان و رهبران و فرماندهان و قماندانانشون. خانه شما در وزیر اکبر خان مسجد شده، فرماندهی نظامی طالبان شده، چه شده؟ به دلیلی که مثلا خانه صلاح الدین ربانی یک چی شد، خانه استادت ها دیگه چی شد، خانه فلانی و فلانی دیگه چی شد، خانه شما وضعیتش چطور؟ مسجد خود نزدیک تان است، مسجد وزیر اکبر خان، پس طبیعتا مسجد نشده خانه تان. تفاوت خانه ما و خانه دیگر ها در بسیار موارد است. او یک خانه است که دور اول طالبان که آمده بودن، هرچند ما وقت وزیر اکبر خان زندگی نمیکنم، میکرویان بودم، اما اونا اونجا امو خانه امو نفرا بودن. به هر صورت من از خانه احوال ندارم، اما بقیه میفهمم جایدادی که رسما مهر ما بوده به کارتی چار سرک عمومی یک اولی بسیار کلان، اونجا را طالبا از نظامیایش کسی گرفته و متاسفانه یک آدم نامرد او را برشان تسلیم کرده. اما به هر حال حق نام خداست، حق گرفته میشه. ما گفتیم که پیامم برشان رساندیم، خواستی یکی از کسایی که فکر میکردن که شاید کسی صلاحیت داده باشه که خانه رو برشان بده، گفتم نه، باید داشته باشین، نمازی هم کنجه میخوانین قبول نمیشه، چون ما هم اجازه رو برتان ندادیم. غصب غصب است. خانه کسی رو رفتن و گرفتن غصب است. او خانه نبوده که ما بگویم که در 20 سال گذشته جور شده یا در 30 سال گذشته. ما الحمدلله یک چیز میخوایم آقای لشکری امروز برتان واضح بگویم. وقتی در داخل افغانستان بودم، شما دیگرها همه گپای زیاد میگفتین، نه کی بلند منزل دیدین، کدوم بلند منزل، امی بلند منزل، امی بلند منزل چورایی عبدالحق میگفتن که از شما از خانم بارک زای. یکی ببینین، یکی برچسبایی بوده که بر ما زدن. او چورایی عبدالحق بلند منزلش مربوط همسایه ما بوده، نه مربوط ما. یعنی یک کسی که فقط موقتا چند وقت همسایه در به دیوار خانه ما بوده، از مردم های فکر کنم هزار بزا هستن، اونا خریده بودن اونجا. صحیح؟ آل کلگی میفهمه. دیگه بلند منزل ها رو هم که بنام بزدن. یا مثلا مردم میگه که والا بسیار واضح میگن دوز کابل بانک، دوز کابل بانک. او خوارم، او برادرم، ما چی رو دوزی کردیم؟ کدام قرارداد از ما بودن؟ ما آمدیم به یک زندگی مشقت باره اما با عزت زندگی میکنم که اصلا بر من این مادیات مطرح نبوده و نیست. امکانات ما از هر کدامتان کده کمتر است، اما غیرتم، جرأتم الحمدلله و قناعتم بالاتر از بسیاری ها هست. هر کس هر چی میگه دل خود خالی کنه. یک چیز ما تازه متوجه شدیم آقای لشکری، من نمیدونم چقدر شما متوجه شدین یا نه، به این اواخر اگر شما سوشل میدیا را میبینین یا مردم را میبینین، کل ما ادبیات ما تغییر کرده، اینقدر منفیگرا شدیم، اینقدر امی چی براتون بگم، در گذشته با نوعی از احترام و التفات گپ می زدیم. حال مخصوصا شما سوشل میدیا را که میرین همه دو دشنام است. اویی که در بیرون هم است دو می زنه، اویی که سر قدرت است دو می زنه، اویی که از قدرت بیرون است هم دو می زنه. بر من این همی فرهنگ بسیار بیگانه است. ما در یک مملکت جنگ کشیده کلان شدیم، در جنگ کلان شدیم، اما این همی فرهنگی که امروز استفاده میشه، مخصوصا از آدرس کسایی که هم یک سمارت فون دارن، هم تعلیم دارن، هم انگلیسی بلد هستن، هم پشتو و هم دری، یعنی واقعا من احساس خجلت و شرم میکنم. به خاطر اخلاق اجتماعی یک چیز دیگه هست، او رو باید فراموش نکنیم. 100%. خانم بارکزای، در قسمت ما با شما موافق هستم. بعضی اوقات یک سوال بزرگ خلق میشه برای ما که یک کسی یک پستی گذاشته و بعد یک عالمه انسان دیگر در زیر پست او شروع کردن به حتی حرمت و فحاشی، و این اصلا غیر قابل تصور هست که چطور انسان میتونه با این ادبیات، حتی در خلوت خود هم انسان بعضی اوقات نمیتونه او ادبیات را استفاده کنه، چه برسه این که در مظهر مردم بنویسه چیزی را. اما به هر حال از این موضوعات بگذاریم. خانم بارکزایی، در پایان ما میخوایم یک سوال داشته باشیم. نزدیک به یک ساعت شد که با شما گفتگو، یک سوال.
واقعا و صادقانه. مردم زیادی این مصاحبه را میبینن و دوست دارن بدانن، مخصوصا هموطنان ما و شما در درون افغانستان میخوان این را ببینن. هموطنان شما در درون افغانستان میخوان بدانن که وکیلشان و سفیرشان تحلیل او از اوضاع در افغانستان و آینده افغانستان چیست؟ آیا باید امیدوار به یک کشور آباد، آزاد، پر از صلح و صفا و آرامش و پیشرفت باشند یا که نه خیر، فعلا در این موارد زیاد فکر نکنند؟ امید هیچ وقت از دست نمیدیم. به یه افغانستان میرسیم، اما در پولیش خود ما باید هوشیار باشیم. متاسفانه دشواری ما زیادتر میشه در جریان چند ماه و چند سال آینده، اما این دشواری زیاد طول نمیکشه. ما باید برش هوشیار باشیم و خردمندانه تصمیم بگیریم، دیگه نفروشیم. سپاسگزار از شما خانم شکریه بارکزی، وکیل و سفیر پیشین مردم و دولت افغانستان. سپاسگزار از شما. سپاس، تشکر از شما. خدا نگهدار.